خب فرزانه جان، در این قسمت تنها شما گفتیم ما هم هستیم که ما بله یاد میگیریم با ترجمه های از این مطالب، ما واقعا یاد میگیریم که چی باید بکنیم چی نکنیم. و واقعا یک راپور بسیار خوب بود، ما خودم شخصا یاد گرفتیم و ما خوب البته این راپورهایی که ما تهیه میکنیم بر برنامه جهان زن است و ما خودم شخصا یاد گرفتم. تشکر. ما چرانچه که شما ده همونطور چطور بگویم استپ داشتین یا قدم برای بهتر شدن صحت و زیبایی و جسم، ما هم ده امو فقره را دارم اگر بگویم که از شما بیننده های عزیز خواهش میکنم که به این بسیار توجه کنین. و این راجع به عزیز که اگر ما در یک تصادم موتر سر دچار میشیم یا روبرو میشیم چی باید بکنیم. و تصادم موتر البته برای بعضی کسا خداوند هیچ وقت ای را واقعی نسازه، مگر وقتی که در یک محیطی که همه موتر دارن، خصوصا در کالیفرنیا، ما این تصادمات صبح و چاشت و شبه میبینیم، باید ببینیم که و بدانیم که در وقت تصادم موتر ما باید چی کنیم، چی چیز مهم است که به نفع ماست و به نفع شخص. اولین کاری که میکنیم باید در نکات، اگر میخواستین نوشته کنین، قلم و کاغذ دارین لطفا نوشته کنین. اولین کار است که شما اگر میتونین از موترتان خارج شوین یا اون نفر دیگه بیای ببینه، ارزیابی کنه که در موتر کسی که درایور است یا کسی که در پلوی درایور نشسته یا پسنجر، آیا اینا افگار شدن یا مجروح شدن یا کدام صدمه دیدن. و اگر میبینه که بله اینا صدمه دیدن، باید او شخصی که میتونه را بگرده یا از موتر خارج میشه یا یک رهگذر، باید فورا به 911 تلفن کنه. این شرط اول است. در شرط دوم، اگر موتر شما در سرک تصادم میکنه یا در چهارراه تصادم میکنه، شما راننده هستین، کوشش کنین اگر موترتان هنوز هم میگرده، باید ایره از چهارراه بکشین، در چهارراهی نباشه، به طرف کنج سرک بیارین، زیاد دور نکنین از محل تصادم، چرا که او وقت باز شما پلیس به شما سوی زن پیدا میکنه. کوشش کنین کم نزدیک باشه و ترافیک یعنی بتونه جریان داشته باشه. سیوم ازی که کوشش کنین که در وقتی که موترتان در استاده است و در تصادم است، هر موتر باید امرجنسی کیت داشته باشه. امرجنسی کیت KIT یعنی امرجنسی، در وقت ضرورت باید مخصوص بکسایز که شما اگه سر از او رو باز کنین بین از اون تمام چیزها رو میبینین. یکی از اونا است فلیر است که همو چیزهایی که شما او رو در میتین در پالوی موتر میمانین. ای به دیگه درای برام میگه که دنیم اینجا یک آدسه است یا اورنج کون از همو چیزهای نارنجی که است، او را به چهار طرف موتر اگه داشته باشین میگذارین که دیگه درایورا و ترافیک بفهمه که دینیم اینجا یک حادثه است. و دیگه ای که اگه یک حادثه، اگه شما در مثلا جاده ها هستین یا در آیوی هستین، لطفا از طرف دروازه راننده خارج نشین، از طرف دروازه پسنجر خارج شوین، چون که بسیاری کسا وقتی که از دروازه راننده خارج میشن، بیننده‌های عزیز، یک موتر دیگه آمده و اونا را میزنه و شما خدای ناخواسته یا ما جان خود از دست میدیم. سیوم، اگر موترتان حرکت نمیکنه، به کوری از حرکت مانده یا توتال میگن شده، شما باید یک ترک تلفن کنین تا وقتی که پلیس بیایه. شما باید یک ترک تلفن کنین که او بیایه و شما مثلا بی پای نبانین و همچنان برای یک دوستتان یا کسی که میشناسین برای از او تلفن کنین که کمکتان کنم. و وقتی که پلیس میایه، شما زیاد عصبانی نشین، قهر نشین، دو دشنام نتین نفره، چون شما در پیش پلیس نه او نمیفهمه که شما گناستین یا او. از او لازم است که بسیار باید آرام، بسیار به زبان ساده، ضرور نیست که شما باید درجه اول انگلیسی بفهمین،
امو چیز میگین و نه او طرف هم میگین چیزی، نه او پلیس میفهمه و انشورنس میفهمه که امو گناه است کی بود. و دیگه ای که در وقتی که تا وقتی که پلیس میه شما در موترتان در یک خریطه باید ام راجستریشن موتر داشته باشین، ام یک کتابچه و قلم پیشتان باشه و همچنان درایور لایسنس باید در پیشتان باشه، همه چیزا مدارک بیمه و ترافیک همه چیز به شما باشه. وقتی که پلیس می تمام چیزا را شما پرسان میکنه و اگر شما درایور لایسنس نداشته باشید دقیقا یک جریمه دیگه هم میشین به خاطر درایور لایسنس نداشتن. و دیگه ای که شما از موتر دیگر اگر میتونین را بگردین سرتان خوب است، از درایور دیگه تمام معلومات پرسان کنین که نامش چیست، نمره تلفن، آدرس، در کدام شهر زندگی میکنه، لایسنس درایور لایسنس چی است. و دیگه ای که ببینین با چهار طرف موترش بگردین ببینین که به غیر از آدرسی که شده کدام آدرسی دیگه در موتر است، کدام جای دیگه موتر مثلا موترش زخمی شده. از او لازم است که بسیار متوجه باشین که بسیاری کسا مثلا یگان آدرساتی که میشه او رو به قسم آدرسی اخیر تیر میکنن و بسیار متوجه باشین و که تمام چهار طرف موتر خودم ببینین و موتر شخص دیگر هم ببینین. این در صورت حادثه های یعنی خفیف است. خدا نکنه که حادثه یعنی شدید رخ بده شما شاید نتونید کارا را کنین. و همچنان اگر شاهد است شاهد ها من می باشه، آدم های بیکار اگان دفعه در اونجا هستن، شما فورا از شاهد ها خواهش کنین که اگر اسمشان و شماره تلفنشان داشته باشین که اونا شهادت میتن و میگن که آیا چی دیدن و شاید چهار شاهد چهار چیز مختلف ببینه مگرم باسم به نفع شماست. و وقتی که و چیزی که بسیار مهم است که بسیاری کسا از یادشان میره که رنگ موتر نشته نمیکنن از موتر طرفه و لایسنس پلیت نشته نمیکنن و از او لازم است که چیزها رو کلگی باید نشته شوه. و باز هم میگیم که وقتی که پلیس میه شما یعنی داد و فریاد و چیغ و غالمغال نزنین و کوشش کنین که آرام باشین و هر چقدر که آرام باشین شما بهتر میتونین که سر حادثه حاکم باشین. و در پیش شما باید یک کمره باشه، عکس بگیرین از موتر خود، از موتر طرف. و اگر کمره $5 است در هر جای شما میتونین کمره های سیاره بگیرین و یا از تلفنتان عکس بگیرین و منتظر بانین تا که پلیس بیایه و نفر. و چیز بسیار مهمتر است که شما باید امروز یا فردا به بیمه‌تان تلفن میکنین و ایجنت فورا اول میدین. خب امیدوار هستیم که یکی ما از این حادثات نبینیم، مگر این چیزهای بسیار مهم است و لطفاً دقیقتاً این به خاطر داشته باشین که در این حادثات امو آرام بودن و امو موقعیت ارزیابی کردن و معلومات گرفتن به اندازه مهم است. خب حالا میریم به یک بریک کوتاه و بعداً برمیگردیم و معلومات دیگه هم داریم که به شما تقدیم میکنیم. اگه سوال دارین 925-891-47-13. تشکر. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان نهایت گرامی. در این قسمت برنامه امشب ما یک مضمون دارم راجع به خواب که ما چطور چی کنیم که خواب ما شبانه بهتر و خوبتر شبه. و این اکثریت کسایی هستند که در حدود تقریبا زیادتر از نیم زیاد امریکا اینا خواب شبانهشان در حدود هفته یک تا دو یا سه بار خراب می باشه، یعنی به ترتیبی که اینا شب تا صبح نمیتونن که خواب درست و مرتب داشته باشن یا ای که مثلا خوابشان نمی بره یا هر نیم ساعت بعد یا یک ساعت بعد اینا از خواب بیدار میشن و نمیتونن که پس دوباره بخوابن و خودش از جمله
امی بیدارخوابی شبانه خودش بسیار زیاد یک چیز یک مسئله تکلیف ده است که باعث اذیت آزار میشه و همچنان تاثیرات از این در طول روز در وجود انسان باقی میمانه، باعث عصبانیت های در وجود انسان میشه، باعث مریضی های روحی و جسمی میباشه، استرس ها را بار میاره و همچنان باعث بروز تکالیف قلبی در انسان میشه. کسانی که خواب درست مرتب شبانه ندارن، اینا از ساعت بسیار عالی برخوردار نمی باشن و متاسفانه عمرشان کوتاه می باشه، برازی که اینا نمیتونن امو، چرا که خوابی که ما شبانه می کنیم یا می داشته باشیم همه وجود انسان خواب میکنه، همه وجود انسان به یک استراحت ضرورت داره و وقتی که مغز بیدار باشه این شکل رو میگیره، حالت رو میگیره که انسان نمیتونه که امو بالانس یا تعادل به وجود خود بار بیاره و همچنان که گفتم باعث بروز بسیار تکالیف زیاد در وجود انسان میشه. همچنان یک دکتری که این دکتر در شفاخانه پالو آلتو در شهر سانتا کروز در قسمت سلیپ دیسوردر یا انسامنیا این تحقیقات میکنه و نام شخص است ویلیام هارت که این بسیار زیاد تحقیقات کرده و بعد از تحقیقات بسیار زیادی که این در این قسمت بیدارخوابی ها انجام داده این ده تب بگویم یا ده دکتر پیشنهاد کرده برای کسانی که خوابشان به شکل درست و مرتب نیست و این ده تب برای شما میگم که اینا چی هستن، کدام تب هستن و اول گفته که وقتی که ما میخوابیم شبانه مطمئن باشیم که اتاق ما باید که خوب تاریک، سرد و آرام باشه. اکثریت اتاقشان مثلا چرا خواب میمانن یا ای که اتاق گرم میشه و یا بعض اوقات سر و صدا از بیرون داخل اتاق خواب میانه، این خودش باعث اذیت است که شخص نمیتونه که کسی که او واقعا اساس است وجودشان یا فکرشان نمیتونن که اینا خواب کنن. فقط این نکته باید که متوجه باشیم که اتاق ما باید بسیار بسیار سرد نیست، البته از سردی زیاد ما را خواب نبره، سرد باشه و تاریک باشه و آرام باشه. و دیگه هی که دوم که ما بستر خواب خود برای خواب کردن استفاده کنیم، نه برای کتاب خواندن و مجله دیدن و تیوی دیدن، چرا که اشعه تیوی هم باعث از این میشه که خواب از چشم انسان ببره و ما در اتاق خواب خود اکثریت در اتاق خواب تیوی دارن، اما کوشش کنیم که قبل از این که ما میخوابیم تیوی در اتاق خواب خود روشن نکنیم و نگذاریم که امو خواب ما به اصطلاح از چشم ما بپره. دیگه سوم، در یک ساعت معین کوشش کنیم که در بستر خواب بریم و در یک ساعت معین از بستر خواب بلند شویم. اکثریت شاید که یک شب خسته هستن 11 یا 11 و نیم یا 12 به بستر برن، یک شب دیگه خب میمان دارن نمیتونن یا کار دارن، 2 میرن، یک شب دیگه 3 میرن، یک شب 10 میرن. این حالت است که خودش باعث نارامی خواب میشه. البته کسی که طول هفته کار میکنه او اکثریت شاید ساعت خوب، البته بعضی هستن که ناوقتر شاید بستر برن، اما کسایی که کار میکنن عموما ساعت شاید 10-11 شب بستر برن و پس ساعت 6 صبح بلند شون یا شاید هم وقتتر. و البته و اگان وقتی که یک اخلال میاد در خوابشان یا در امو طرز خوابیدنشان یا بمو ساعت خوابیدنشان، وقت است که زمان است که آخر هفته است و در ویکند یا آخر هفته هموز که بعض وقت ما میمان استیم، بیرون استیم و شبها خواب دیرتر در بستر میریم و صبح شاید هم نابختر از بستر بلند شویم، هموز که پس یک حالت اخلال به وجود میاید. اما اگر خواسته باشیم که خواب ما میشه مرتب باشه، کوشش کنیم که امی حالت هم در ویکند ها هم استفاده کنیم که وقتتر بخوابیم و زودتر بلند شویم. و دیگه چهارم است که اتاق، اما قسمی گفتم باید آرام باشه. اگر اتاق ما بعض وقت شرایط قسمی است که شاید اتاق آرام نباشه، شاید ما کاملا بعضی هستن که اتاق کاملا جدا برای خود ندارن، کوشش کنن که از ایر پلاگ استفاده کنن یا ای که اگر صدای پکه یا صدای کدام ماشین یا صدای کدام چیزی هست که شکل یک نواخت داشته باشه بعضی آره برشان خواب میاره و ای برشان کمک میکنه که امو جلوگیری میکنه از صدای دیگه که در بیرون است که داخل اتاق خواب شوه. همچنان
نوشیدن الکل و استفاده از ذخانیات یا کافین در قبل از خواب باعث بیدارخوابی میشه. وقتی که ما میخواییم که چای بنوشیم یا کافی، کوشش کنیم که از ساعت 4 یا 5 دیگر، حتی فرق میکنه، بعضی هستن شاید از ساعت 2 چایش به بعد نتانن که چای کافی استفاده کنن، بعضی خوابشون از بین میبره، یا شاید در طول روز نتانن، اما بعضی ها میتانن که بعد از ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر دیگه همی نوشیدن کافی یا چای استاد کنن، اگر میخواین که خواب شبانیشان خراب نشه، چرا که باعث از این میشه که خواب از بین بره. و همچنان از خوردن غذاهای ثقیل قبل از خواب باید که جلوگیری شود، چرا که بعضی عزیزا هستن که ساعتهای 9-9:30 شب اینا غذای مکلف نوشیجان میکنن و میخواین ساعت 11-11:30 یا 12 شب بخوابن، البته این باعث از این میشه که خواب نارام داشته باشد، یا اصلا خوابشان نمیبره، یا ای که خوابشان نارام میباشه. و همچنان اگر ما بسیار گرسنه هم باشیم، در او صورت هم ما خواب ما نارام می باشه، یا اصلا ما خواب نمی بره. اما یک مثال است که میگن مارگزیده را خواب می بره اما گرسنه را نی، برزی که بسیار مشکل است که ما کاملا، اگر شکم ما کاملا خالیس، ما بتانیم که بخوابیم، باید که ما یک کمی غذا داشته باشیم به میده خود و بتانیم که ما آرام بخوابیم. و دیگه سپورت کردن برای خواب کردن بسیار زیاد کمک میکنه. کسایی که در طول روز یک ساعت یا نیم ساعت سپورت میکنن و قدم میزنن، خواب شبانهشان بسیار خوب و مرتب میباشه، برای از اینکه خودش وجود مانده میکنه. اما وقتی که کوشش کنیم 3 ساعت پیش از اینکه ما در جای خواب میریم، در بستر خواب میریم، باید ما سپورت نکنیم، برای از اینکه وجود ما را بسیار انرژی میده و ما را اکتیف میسازه، خواب از چشم ما به اصطلاح دور میشه و ما نمیتونیم که خود آرام کنیم و خواب کنیم. و اگر قبل از خواب میتونیم که البته در بستر خواب میتونیم کتاب بخونیم، یوگا کنیم، یا سپورت هایی که بسیار لایت هستن، سپورت هایی که باعث از این میشن که ما وجود ما قسم خسته شود که ما بتانیم زودتر به خواب بریم، و این بر ما کمک میکنه، یا که موزیک های بسیار سافت و ملایم بشنویم. و همچنان کسایی که بیدار خوابی دارن، امی سلسله یا امو سلسله خواب خود همیشه باید نوشته کنن، و زمانی که نزد دکتر معالج خود میرن، همیشه او را امرای دکتر خود در میان بگذارن و به دکتر خود بگوین که به چی ترتیب اینا میتونن که بخوابن و چی چیزا باعث میشه که اینا نتونن بخوابن. و همیشه قبل از اینکه در طول روز ما قبل از اینکه بستر میریم، کوشش کنیم که یک کتابچه و قلم بگیریم و تمام پرابلم ها و تمام مشکلاتی که در طول روز داشتیم همو را بگیریم، همیشه در مو یک کتابچه نوشته کنیم، و وقتی که در بستر رفتیم برای خود تلقین کنیم، بگوییم که خوب ما امروی پرابلم هایی که امیال پس میخواین به سراغ ما بیاین و مانع از ایشون که ما بتانم که خواب آرام کنم، ما قبلا به اینا رسیدیم، دوباره از اینا فکر کردیم و دیگر نمیخوایم که این پرابلم ها مرا باعث آزار و اذیت مشوند و مانع خواب مشوند. و این بسیار اگرای خوب است که ما خود ما برای خود بگوییم، خود تلقین کنیم، چرا بهترین دکتر خود ما برای خود هستیم، تا ای که یک نفر دوم بیایم ما را معالجه کنه و تداوی کنه، مخصوصا مسائل خواب یا مسائل اعصاب یا مسائل تلقین های روحی را ما خود ما میتونیم که بهترین دکتر خود باشیم تا از یک دکتر دیگه. و این فکر میکنم که با وجود بسیار زیاد بر ما بسیار کمک میکنه و میتونیم که ما شبانه خواب آرام و خوب داشته باشیم، و خواب بهترین نعمت است و راستی که واقعا بیدار خوابی و خواب نارام باعث بسیار نارامی های در طول روز میشه که ما اصلا نمیخواییم که، البته هیچ کس نمیخواید که او نارامی ها و او پرابلم ها را داشته باشه. خوب امیدوار هستم که هم تا اندازه با درد بخور باشم. کلگی حالا بیدار باشن. کلمات شما کلگی همه احساسی همه تو آرامش و خواب و همچنان ببین.